خب 4 تا تصویر رو همزمان باز کردم. این تصاویر رو برای کار پانوراما انتخاب کردم. همینطور که میدونین برای عکاسی پانوراما شما باید تنظیمات کارهای خاصی رو انجام بدین و سیستم یا قلقه خاصی برای خودش داره که بعد بتونیم توی فتوشاپ این تصاویر رو با هم داشته باشیم. خیلی از دوربین ها این گزینه رو خودشون داخل خودشون دارن، ولی ما فرض رو بر این میگیریم که چنین چیزی ممکنه نباشه. 4 تا تصویری که باز کردم انتخاب میکنم، از گزینه مرج تو پانوراما استفاده میکنم. زمانی که چنین چیزی به سایی چنین گزینه رو میزنم، پیغام خطایی رو به من داده برای این اساس که پروفایل لنز ممکنه قابل تشخیص نباشه. خودتون میخواین این کار رو انجام بدین، من اوکی رو میزنم. شروع میکنه مرج پانوراما رو انجام دادن. توی این قسمت میتونم مشخص کنم که به چه صورت میخوام عکسم باشه، به صورت پرسپکتیو که گزینش غیر فعاله، به صورت سیلندریکال یا اسفریکال. میخواین کمی متفاوته. یادتون باشه حجمی که فایل های پانوراما میگیرن چون زیاده، ممکنه ما توی کار به مشکل بخوریم، یعنی حجم سیستممون اشغال بشه، این رو در نظر داشته باشید. خب بر اساس گزینه‌ای که انتخاب می‌کنم، گزینه اوتو کراپ رو دارم که این کراپ رو انجام میده. اگر خواستین میتونید قسمت باندری رو کمتر یا بیشتر خودتون تعیین کنید. میتونین هم این قسمت رو خودتون بعداً تصحیح کنید. من فعلا اوتو کراپ رو میزنم و گزینه‌ام روی اسفریکال میزنم و مرج رو اضافه میکنم. فایل رو میخواد جایی ذخیره کنه، توی مسیری که هست میگم بذاره، مشکلی نداره، ذخیره سازی رو انجام میده. چنین تصویری رو به عنوان تصویر پنجم برای من باز میکنه. خب همونطوری که میبینید توی بهترین حالتش اومده، این مرج سازی رو انجام داده و ما یه تصویر DNG پانوراما داریم. خب با توجه به کارتون یا با توجه به نیازی که تصویر داره، ممکنه جایی رو بخوایم روشن‌تر کنیم یا کارهای دیگه رو انجام بدیم. من اینجا کمی میخوام اینجا رو روشن‌تر کنم. این تصویر رو میتونم دان بزنم که تنظیمات ذخیره بشه و داشته باشم. این تصویریه که ما به دست آوردیم از حالت پانوراما. حالا تنظیمات دیگر هم متناسب با کاری که میخوایم روی تصویرمون اعمال میکنیم و خواهیم داشت. خب مقدار اکسپوژر، نوردهی، تمپرچر، اون حالت رو و این قسمت پانورامای کامرا را رو من خیلی میپسندم، برای فایل های را خیلی کمک کننده است و از کامرا را از پانورامای خود فتوشاپ تمیزتر و دقیقتر عمل میکنه، جدا از اینکه کیفیت رو متناسب با کار حفظ میکنه.